حقوق هغه څه درکړه چې څه دی په تمه وتېنه دوه پنځه پکې هغې نه مخکې ولوستل شل ځکه اول انتخاب و درېیم ته راورسېده. تون وختې که من از بغلان اومدم به کابل و اولین بار فعالیت های اجتماعی فرهنگی خود از اینجا آغاز کردیم. خلکو ته مو څومره عامه پوهاوی په هدفمند ځوانانو ټولنې دخوانه شوی؟ خب این خدماتی که ما کردیم شاید یک بخش بسیار کوچکی باشه که ما به جامعه خدمت کرده باشیم. دازو سیاست یعنی چه؟ هنر یا فن اداره کردن است. بله. هنر استفاده از امکانات است. سلام سلام ستړي مشهي د سپوږمۍ خبرونې ته ښه راغلاست. تاسو ټول ته د الله جل جلاله څخه د ښه صحت غوښتنه کوم. په نن سپوږمۍ خبرونه کې راسره دوستانو د افغانستان د هدفمندو ځوانانو د ټولنې مشر عبدالجبار اکبري دی. عبدالجبار اکبري په 1202 کال کې د بغلان ولایت په خنجان ولسوالۍ کې وزیږید. لومړنۍ زده کړې یې د ابو مسلم خراساني په لیسه کې پیل کړې. د فراغت سند یې په 1200 کال کې د حضرت عمر فاروق لیسې څخه ترلاسه کړ. په 1209 کال کې د بغلان پوهنتون د زراعت پوهنځي ته بریالی شو. په یوه رشته یې اتکا ونه کړله. اغلې اکبري په څو رشتو کې خپلې زده کړې وکړلې. دا چې څنګه او د څه دپاره یې په نورو رشتو کې زده کړې وکړې او د ماسترۍ تر کچې یا دکترا ته یې مخه ونه کړله او په ژوند کې نورې کومې ناخوالی او یا هم کومې سختیو سره مخ شوی دی په نن خپرونه کې ورسره پرې خبرې لرم. تاسو هم راسره پاتې شئ. اکبري صاحب ستړي مشئ، وخت مو په خیر. مننه. نحمده نصلي علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. با سلام و درود خدمت شما، خدمت همه مردم شریف و بایزت افغانستان، بلخص بینندگان تلویزیون وزین شمشاد. ډیره ډیره مننه. سلامت اوسې. تاسو د راتلو څخه مننه چې زموږ بل نه مننه. سلامت اوسې دوستانو. له کوثر قیماق څخه هم ځانګړې مننه چې زموږ په نوم سپانسر کړی ده. تاسو هم کولای شئ چې نوشي جان کې او بالخصوص سهار چای کې نوشي جان کې انشاءالله ټوله ورځ به مو قرباني خوي او ماړه به یاست. حشمت تاسو هم ستړي مشئ. خیر خیرات. سلامت اوسې اکبري صاحب. سلام. سلام به شما. خوب هستین؟ صحتمند خیرتی هست. سلامت باشین. تشکر. اکبري صاحب کافی هم تیار داریم، چای، جوس، چی اشتیا داری شما؟ والا بالا خب فصل سرماست، اگر کافی باشه بهتر میشه. درست. ما خوب پویگینو. تو خب کافی بو کافی خود صحیحه. سلامت اوسیم. اکبری سر فایل بال البته داو کوچه نن نو استاد جوان پانا را سپرل کیگی. استون زخون نشته چیزی نی پخته نیو کو. مشکل نیست. سال گذشته سر انشالله در خدمت هستیم. آنچه در توان باشه. اول من تاهو داخلو بیا پس تا ورزوز مر جوان تا. مثلا سوالای سیخکی نباشه، من شما در خدمت هستیم. هر چه بکی. مشکل نیست. سلامت اوسی. پایل د زراعت پوهنځي څخه وکوو. که د حقیقي سیر راته وکړې، څنګه بریالی شوې، څه و؟ خب همانطوره که شما میدانین، پس از به اتمام رساندن مکتب هر انسان یا هر جوان آرزو داره که به یک پوهنځي دلخواه خود کامیاب شود. بله. و ما در اوایل که از زمانی که از مکتب در سال 88 فارغ شدم، یکی از آرزوهای می بود که من به یکی از پوهنځی های دلخواه خود که البته پوهنځی حقوق و علوم سیاسی بود است، در اوایل کودکی هم شوق علاقه داشتم به سیاست و فعالیت های فرهنگی، فعالیت های اجتماعی، مدنی گاهی حضور پیدا می کردیم. و زمانی که امتحان کنکور فرا رسید، با توجه به اینکه ما آمادگی خود داشتیم، کورس های زمستانی رو تعقیب می کردیم، کورس های آمادگی کنکور را تعقیب میکردیم و هدف ما این بود که حداقل یک پوهنځی کامیاب شویم که او پوهنځی دلخواه ما باشه. اتفاقا یا آنچه که رضای خداوند بود، بالاخره ما با کسب نمرات اعلی به پوهنځی کشاورزی پوهنتون بغلان را پیدا کردیم و آنچه که به خودم انتظارش نداشتم ولی اتفاقی بود است، چون در اون زمان هم بلندترین پوهنځی به ولایت بغلان پوهنځی کشاورزی بود است که ما به او راه پیدا کردیم، با یکی از دیپارتمنت‌هاش انتخاب کردیم و بالاخره مسیر زندگی خود از اینجا انتخاب کردیم. و ولی یک دورنمایی داشتیم به خاطر رسیدن به اهداف سیاسی خود، یایی که ما چطور بتانیم حقوق علوم سیاسی را فرا بگیریم. از همونجا یک هدف داشتیم، یک دورنما داشتیم که اگر ما بتانیم همزمان در کنار از اینکه مثلا چونی پنتون دولتی است، شما بیشتر میدانین که راه پیدا کردن به پنتون‌های دولتی خیلی مشکل است، خیلی طاقت فرساست که شما درس بخونید، زحمت بکشین، بالاخره با یک پوهنځی راه پیدا کنین. و خانواده‌ام
گفتن آرچی رضای خداوند است شما به مو پیش برین و بالاخره من پانزه شروع کردم و در کنار از این که من به پانزه زراعت را پیدا کردم پس از این باز ما به یکی از دانشگاه‌های دیگه را پیدا کردیم پانزه کمپیوتر ساینس فرا گرفتیم همزمان دو تایم می‌رفتیم از طرف صبح در پانتون دولتی می‌رفتیم بعد از ظهرم پانتون خصوصی همزمان دو رشته را آغاز کردیم همدلته ولک تام شتاس هو لی اتفاقی خبره وا د زراعت پوهنځي کې د دې راته لګوې خپل انتخاب دی یعنی نو خب بدون تردید ما قبلا هم مشوره کردم جناب الکوزای صاحب که ما یک دورنمای داشتم به خاطر ای که حداقل به پانزه حقوق علوم سیاسی را پیدا کنم مزمون اوایل یعنی علاقه بیشتر داشتم نسبت به حقوق و علوم سیاسی یک رشته دلخواهم بوده است و بیشتر تمرکزم روی فعالیت های مدنی بوده است فعالیت های سیاسی بوده است فعالیت های فرهنگی بوده است که ما در زمان داشتیم با نهادهای مختلف و ای که باز ما در این پانزه راه پیدا کردیم و بالاخره کامیاب شدیم و فامیل هم رضایت دادن که باید تمیره بخوانی در کنارش باز هر پانزه را که تو علاقه داشتی و هر پانتون را علاقه داشتی و هر رشته را خودت خواستی انشالله ما هم کاری میکنیم و شما میتونین فرا بگیریم پس از او باز ما بالاخره به دانشگاه یعنی تقریبا به یک حساب مجبور شدی خب تقریبا مجبوری بود داخلش بدون تردید وقتی که مثلا یک پانزه دلخواهت نباشه و یک پانزه که مثلا اصلا خوش نداشته باشی تمام پانزه ها مثلا من نمیگم که اینا خوب نیستن همه رشته ها اما کارایی و کارکرد خاص خود داره ولی هر شخص طبیعت خاص خود داره مثلا هر شخص باید خود تحلیل و تجزیه کنه که می مثلا ما به ذهن ما به کدام مثلا رشته بیشتر متمرکز است بیشتر به کدام مسیر است و کدام رشته را میتونه که بیشتر تحلیل و تجزیه و تبیین داشته باشه فلهذا ما درک کردم که ما بیشتر به مسائل تحلیلی بیشتر می ذهنم بازتر است و فراختر است و بالاخره فربیتر است به او اساس ما بالاخره لیسانس سیوم خود در دانشگاه یکی از دانشگاه‌های خصوصی در رشته حقوق علوم سیاسی آغاز کردم بازم انتخاب دوم نبود خب بدون تردید انتخاب دوم به دلیل از این نبود که چون ما خواستم که در کنار از اینکه مثلا ما پانزه زراعت فرا بگیرم از فرصت استفاده کنم حداقل هر قدر انسان به مسیرهای معنویات نزدیکتر شود هر قدر انسان ممو درب روشنایی را برای خود باز کنه مثلا رشته های مختلف مثلا پانتون های متفاوت و به اصطلاح مسیرهای متفاوت برای خود اختصاص بده همان قدر انسان برجسته میشه و به اهداف خود بیشتر نزدیک میشه به او اساس جناب الکوزای صاحب ما رفتیم می سی رشته متفاوت بالاخره کشاورزی تاسو د ورپسې کمپیوټر ساينس وټاک بدون تردید لیسانس دوم ما کمپیوټر ساينس بود سیوم هم رشته سیوم که ما به او بیشتر علاقه داشتم و شوق بیشتر داشتم حقوق و علوم سیاسی بود است بیا دویم درمانه چپ ده هم د زور انتخاب وکنه نه رشته دوم هم رشته بود است که خودم انتخاب کردیم چون ما قبلا اشاره کردم دمو زمان دانشگاه خصوصی در بغلان تنها امیر رشته را تدریس میکرد دانشگاه خصوصی امیر رشته کمپیوتر ساینس را تدریس میکردن یا وقت که دو رشته خب دلیل اصلیش این بود است که من خودم خواستم که از فرصت استفاده کنم چون وقت توانایی هم بود یعنی ذهن ما خیلی باز بود چون اوایل جوانی بود و ما خیلی انرژی و پر انرژی بودیم حتی اگر قرار میشد ما 3-5 هم میتونستم که همزمان در اون شرایط فرا بگیریم چون ذهن خیلی خوب بود و همه چیز در اختیار ما بود امکانات در اختیار ما بود و او اساس جناب الکوزای صاحب ما این پانتونا را انتخاب کردیم و این رشته را انتخاب کردیم و بالاخره هدف اصلی ما این بود است که خدمت به جامعه داشته باشیم از هر طرق شوه از هر مجالی شوه حداقل به عنوان یک جوان به عنوان یک کسی که ما دمی جغرافیا زاده شدیم دمی جغرافیا درس خواندیم زحمت کشیدیم حداقل برای جامعه خود ممد واقع شویم مثمر واقع شویم یک بستر خوب فرهنگی اجتماعی را به سایر نسل جوانی که امروزه در جغرافیای افغانستان زاده شدند به یا باستر و به اصطلاح پنتر کنیم به او اساس انتخاب کردیم و همین مسیرها بر ما یعنی مسیر خوشبختی بود است و ما هم تا جای راضی بودیم و امیدوار هستیم که هر کسی که در زندگیش دورنما داره مطابق با دورنمای زندگیش حرکت کنه مسیرهای خوشبختی رو بپیمایه دا علت خو معلوم شی چې استاد خو کې رشته بیا هم په خصوصی کې هم نه و تر څنګه تاسو دولتي پانتون ویلی او سره مو شخصي شروع کړ لستونز سره څومره مخ کړی حتما ستونز شته پکې داسې نه وچته به جناب الکوزای صاحب زندگی هر انسان فراز و فرود خود داره زندگی پستی ها بلندی ها سختی های خاص خود داره با شرایط فعلی افغانستان شما بیشتر درک میکنین که اینجا جغرافی های سختی ها جغرافی های ناملایمت ها جغرافی هایی است که هر ازگاه فشارهای اقتصادی فشارهای روزگار انسان ها را فشار میده بیشتر انسان ها را ضعیف میسازه
ولی بدون تردید که سختی ها بوده است و در کنار سختی ها ما مبارزه داشتیم و با مو جدیت و قاطعیتی که ما در زندگی خود داشتیم و مو اراده و تصمیم هایی که ما به خاطر خرد و عقلانیت خود نسبت به مردم خود، نسبت به کشور خود، نسبت به آینده سیاسی اجتماعی خود داشتیم، ما گام های خود خیلی متین برداشتیم. درست است چالش های خیلی عدیده صدرای ما بود، است چالش های اقتصادی بود، است چالش های امنیتی بود، است چالش های این ده ها چالش. شما جغرافیای افغانستان را بیشتر درک میکنید که اینجا هر ناممکن ممکن است و هر ممکن ناممکن است. فلهازا با این سختی ها ما مبارزه کردیم، با این سختی ها ما به اصطلاح پله های پیروزی را طی کردیم و از سختی ها نهراسیدیم. اگر ما از سختی ها میهراسیدیم جناب الکوزای صاحب، ما نمیتونستیم که سه رشته که هر کدام از یا واقعا این تجارب خاص خود داره، هر کدام از یا کارهای خاص خود داره و هر کدام از یا یک مدت زمان نیاز است که شما به این رشته ها دست پیدا کنین، درس بخونین و این رشته ها را فرا بگیرین. این واقعا دشواری های خاص خود داره و این ظرفیت میطلبه و این استعداد میطلبه. درست است شاید ما اون ظرفیت و توانایی که مثلا داشته می داشتیم ما نداشتیم، ولی با اون هم یعنی یک جدیت و قاطعیت در وجود ما بود، یعنی یک اعتماد به نفس نسبی ما به اصطلاح بود. اما دقیقاً اعتماد به نفس کردیم برزو چرا از استاد کامه به راست سوچ دو رشته په یو وخت کې هغه په وخت کې چې یو لاده خو کې و یو نو بیا هم مختل راړل بدون تردید. خب قبلا اشاره کردم که اتفاقی بود است یک رشته، ولی ما کوشش میکردیم که هر دو رشته را همزمان پیش بریم و در هر دوش بتانیم امون مسیر خود انتخاب کنیم و هر دوش به اصطلاح برای خود اختصاص بتیم. یعنی ایتو فرق نبود است که مثلا ما به پنزه کشاورزی را پیدا کردیم و این پنزه دلخواه ما نبود است و ما ای را کنار میگذارم. نه، هدفی نبود است. هدفی بود است که هر کدام از این که برای خیر و صلاح جامعه باشه و هر کدام از این که ما بتانم از این طریق استفاده کنم، مثلا به نفع جامعه، به نفع کشور خود، به نفع مردم خود، او را ما برای خود اختصاص دادم و او را ما به خیر و صلاح خود دانستم. بدون تردید که سختی های خاص خود داشت است. همزمان شما مثلا ما تایم صبح دهکش می رفتیم، مثلا ساعت 8 بجه تا 11 بجه دمو گرمای تابستان وقتی که پانتونا شروع میشه، تمام فصل گرماست و پس از اینکه ما ساعت 12 یا 1 بجه پانتون یک ما درس می خوانیم، پوزیشن است از شهر پلخمری بسیار فاصله داره و ما خیلی فاصله دوری را طی می کردیم، گاهی اوقات موتر پیدا می کردیم، گاهی اوقات هم همین مسیرها را ما پیاده طی می کردیم و بالاخره ما اونجا می رفتیم درس می خوانیم. پس از اینکه ساعت 12 یا 12 و نیم اونجا فارغ می شدیم، پس دوباره به شهر پلخمری می رسیدیم، تقریبا 1 بجه 1 و نیم بجه می شد، خسته و مانده نماز و نان می خوردیم، پس دوباره آمادگی می گرفتیم، پس دوباره می رفتیم به پانتون خصوصی. به اول لحاظ سختی های خاص خود داشت است، ولی در کنار سختی ها جناب الکوزای صاحب ما همو جدیت و قاطعیت خاص خود، این یک شور و شف نسبت به روشنایی در وجود ما حک شده بود، نسبت به رفتن به پانتون، رفتن به دانشگاه، این در ذهن و ضمیر ما همین موارد بشر بود. هر ازگاه ما فکر میکردم که شاید من نتانم به پنزه دلخواه خود که پنزه حقوق از راه پیدا کنم و بیاین که انتخاب ما را انتخاب درست‌تر کنیم و از همین طریق خود بیشتر نزدیک بسازیم. فلهازا مسیرهای پرخم و پرپیچ بود از جناب الکوزای صاحب، به هر کدام از اینا یعنی راه و طلبیات همزمان باوری از مشکلات خود خاص خود داشته است و سختی های خاص خود داشته. حتی در اون زمان ما شایدش بودیم که وقتی که ما در کنار از اینکه درس می‌خواندیم یک تعداد مخالفین بودن که حتی راکت پرتاب میکردن در قسمت هایی که ما اونجا درس میخوانیم در اطراف همون پانتون زراعت و همون پوزیشان که ما درس میخوانیم. تقریبا یک کمربند بود بدون تردید، اوش یک فاصله بود فاصله. تشکر. دیگه با او اساس سختی های سلامت و سیراز زیاد در کنار گذاشتیم. نور و برخوا تهم رازو دوستان خوست یوان لنده دماله رو لدمی و روز تبیر ترک گروز در سراسر پاتشه. به هم ستوري مشه دوستانو، ډیره زیاته مننه چې را سره یاست او خپل خبرونه را سره په مینه باندې ګوري. دوستانو یو ځانګړی سلام هغه دوستان ته چې هم د شیبل شمشاد تلویزیون سره یو ځای شوی دی او د سپوږمې خبرونه ګوري. اکبري صاحب راځو دي ته دوه رشتې دی ویلې
کابل ته لاره پیدا کړه، کابل پورې راغله، بیا دلته په درېمه رشته کې بیا زده کړې ترسره کړې. لکه څنګه چې یو څه اشاره تاسو ورته ودرلودله، د حقوقو پوهنځی د خوښې پوهنځی و، خو درېم مقام ته دې ورکړم. بیا دې هغه ځای کې خپل وخت تیر که، یا که ووایي په یو حساب ضایع دی که هلته د ولې بیا دې په همغه برخه کې نورې لوړې زده کړې ونه کړې چې حقوق دې انتخاب کړه، بیا دې حقوق ووایي؟ جناب الکوزای صاحب، علم خودش یک بحر است. ما هر قدر یعنی معنویات خود بلندتر بسازیم و به اون نزدیکتر خود بسازیم، به اون قدر انسان به بیداری و به آگاهی و روشنگری نزدیکتر میشه و هر رشته کارایی خاص خود داره و هیچ رشته نیست که او رشته به اصطلاح ناکام باشه یا این که رشته باشه که کارایی خود خاص خود نداشته باشه، و هر رشته هم مسیرا و پله های خاص خود داره. با او اساس من فکر نمی کنم که وقت ما ضایع شده باشه، به دلیل از اینکه ما یک بخش از اینکه مثلا یک بخش کلان مثلا اختصاص دادم به بخش های زراعتی یا بخش های کشاورزی، بخش دیگه از این اختصاص دادم به تکنولوژی یا انفورمیشن یا آی تی که برش میگه انفورمیشن تکنولوژی یا همو کامپیوتر ساینس اختصاص دادم، و بخش سیوم خود به اصطلاح به حقوق علوم سیاسی که بخشی از انسان شناسی میشه، علوم به اصطلاح انسانی میشه، علوم به اصطلاح حقوقی میشه، به این اختصاص دادم. یعنی هر کدام از این عمو مسیرهای خاص خود برای ما داشته، خوشبختی های خاص برای ما داشته. دلت دو. ولی جناب من میایم سر موضوع شما جناب الکوزای صاحب، ولی این که مثلا چرا یک مسیر انتخاب نکردین، به اون مسیر خود پرتاب میکردین، مشکل بود. ما در بغلان زندگی میکردیم، به اونجا ما از کابل فاصله داشتیم، فامیل در بغلان بود، نمیشد که مثلا امور رشته دلخواه خود اونجا باشه. و ما را هرچند ما دوست داشتم که از ابتدا مثلا پنزه حقوق علوم سیاسی را انتخاب کنم، همون طور پیش برم ماستری و دکترا و فوق و دکترا، چون رشته مورد علاقه بود است، ولی شرایطش اونجا نبود. یعنی ما فامیل در اونجا زندگی میکرد، ما به یعنی استایو هدفم داو چی بیت حقوق اول، ولی بدون تردید هدف اصلی ما بود است که به پنزه حقوق راه پیدا کنم. و اوایل هم که من امتحان کنکور دادم، اما انتخابای حقوق بود است، حقوق کابل انتخاب کردم، مزار انتخاب کردم، هرات، ولی با اندکی تفاوتی که نمره ما با اونا همخوانی نکرد و یا همسویی نکرد، ما بالاخره چون نمره بالا بود و مرا به پنتون بغلان اصلا انتخاب مام نبود است، بغلان پنزه کشاورزی انتخاب ما نبود است، انتخابی بود است که وزارت تحصیلات عالی و کنکور ریاست امتحانات کنکوری را انتخاب کردم و بالاخره ما در این راه پیدا کردم. به او اساس جناب الکوزای صاحب، هر انسان در زندگی خود یک دورنما داره، یک هدف بزرگ داره، و هدف اصلی ما این بود است که ما حقوق و علوم سیاسی را فرا بگیریم، در حداقل در دستگاه دیپلماسی یا سیاست خارجی افغانستان راه پیدا کنم. چون یعنی دوست داشتم که در سیاست افغانستان حقوق و حق صدر کل چه چه دی پتام واتینا دو پانزی پکی آغی نمخ که ولو سلشل زک اول انتخاب و دریم ترا و رسید بیم حقا چه چه تا تا موا داری کرل کنه. خب تا جای قناعت مرا فراهم کرده است، وقتی که ما با پانزه حقوق علم سیاسی راه پیدا کردم، دو رشته دیگر کنار گذاشتم و یعنی هداف خودم متمرکز ساختم به می بخش حقوق و علم سیاسی و دمی مسیر خود انداختم. وقتی که ما از بغلان اومدم به کابل و اولین بار فعالیت های اجتماعی فرهنگی خود از اینجا آغاز کردیم، ما از امو اوایل بود که پنزه حقوق علم سیاسی را آغاز کردم و مسیر خود انتخاب کردم. دو رشته که ما قبلا اشاره کردم، کامپیوتر ساینس و کشاورزی بود است، این دو رشته یعنی به اصطلاح ما دورتر شدم از اینا. بله، اغینه لرین شوی یو بل خبره هم دلتر ازی دیو مسلکی کسب تو گبانه دی، ولی پسرات برخه که کارونه که افغانستان که افغانستان که یارتیا هم دیر زیاده بدون تردید جناب ضرورت مرتشته ده بدون تردید جناب الکوزای صاحب، بدون تردید افغانستان یک جغرافی های زراعتی است. ما در بخش های زراعتی هم کار کردیم، مدت دو سال در پروژه های زراعتی کار کردیم، در بخش های کارمند ترویجی کار کردیم، و اون زمان یک مؤسسه خارجی بود به نام جیویزایت، ما در جیویزایت کار کردیم، در بخش های زراعتی در بغلان کار کردیم، در کندوز کار کردیم، در سمنگان کار کردیم، در بخش های مختلف البته دمی رشته که ما درس خواندیم کار کردیم. ولی دورنمای اصلی ما این بود است که حداقل باید ما بیشتر به سیاست نزدیکتر شوم و فعالیت های سیاسی را آغاز کنم، فعالیت های مدنی را آغاز کنم. وقتی که ما به کابل آمدم، از اینجا فعالیت های خود آغاز کردم، فعالیت های مدنی خود، و من خود پیدا کردم که باید ما اشد ضرور است که باید ما پنزه حقوق و علم سیاسی را باید ما فرا بگیرم، و ما شروع کردم و
خوشبختانه که مورم به اتمام رساندم ده. و فوکس اصلیم و رشته مورد علاقه ممی حقوق بود است و جایگاه خود پیدا کردم و می رشته را بیشتر رویش کار کردم و بیشتر روی برنامه سیاسی بیشتر کار کردیم، برنامه تحقیقی کار کردیم و امین مسیر است. در زودی دولتا ببیره شو در تا بایه چه حقوق دی شروع کرل غاره مخکی پکلارش نور هم زدکڑو که او کنه؟ نه، ما وقتی که حقوق شروع کردم متمرکز شدم به می حقوق علوم سیاسی و خودم رشته دیگه نبود است که مثلا نه هم دمی حقوق می خواهی که دیگه پیش بدون تردید ما حتی مستری خود در بخش حقوق علوم سیاسی آغاز کردیم و تا وسط رساندیم و ان شاء الله آرزومند هستم که ما بیشتر پیش برم و حتی تا دکترا فوق دکترا و رشته امو یا امو رشته دلخواه ما یا دیپارتمنت دلخواه ما رابطه بین الملل بود است و مستریم هم در بخش رابطه بین الملل است که ما تا حد وسط رساندیم با نظر به مشکلاتی که یک تحولات سیاسی بزرگ آمد به افغانستان، یک تحولات بسیار عظیم آمد و ما نتانستیم که این را تداوم بتیم در وسط یا فعلا ما تلاش دارم که به خیلی تا فوق دکترا را ما در بخش رابطه بین الملل باید ما درس بخوانم و حداقل مومت واقع شم و همون مسیری را که ما در زندگی خود انتخاب کردیم باید او را ما به اتمام برسانم و همون دورنمایی که ما در زندگی اجتماعی سیاسی خود داشتم باید به دورنما نزدیک شم و انشالله و ای به اثر سعی و تلاشی که ما داشتیم و تلاش میکنیم انشالله خواهیم رسید. سلامت و سیتر وسم چه بحثو که پخبرانه که تر دی زیره و رسید در کل زنده پاره دکردی و لسته دیسه کردی؟ خب جناب الکوزای صاحب، ما اشاره کردم که ما فعالیت های مدنی خود آغاز کردیم، فعالیت های اجتماعی داشته، مدت 12 سال میشه که من فعالیت های مدنی، فعالیت های فرهنگی، فعالیت های سیاسی دارم و همه‌روزه در خدمت نسل جوان بودیم، در خدمت مردم بودیم، برنامه های خیلی کلانی داشتیم و ما یک نهادی هم داشتیم در زمان جمهوریت که البته با آمدن امارت اسلامی فعالیت های مدنی و فعالیت های اجتماعی متوقف شده است. همین روند کار یا فعالیت نهادهای جامعه مدنی متوقف شده از طرف وزارت عدلیه امارات اسلامی، تا هنوز کدام چارچوب یا اصول پیشکش نشده است که اینا کار کنن، ولی در زمان جمهوریت ما بالاتر از 10 11 12 سال ما فعالیت داشتیم، فعالیت های خیلی گسترده داشتیم که همه میدیا در جریان است. مردم افغانستان ما برنامه‌ای داشتیم، برنامه‌های آگاهی دهی داشتیم، برنامه‌های تحصیلی داشتیم، برنامه‌های فرهنگی داشتیم، برنامه‌های ولایتی داشتیم که برای نسل جوان ما در چندین ولایت افغانستان دامه پوهاوی برخه تا بیلارد خلقو ته مڅمر اما په هواي په هدف مند ځوانانو ټولنه د خوانه شوې. خب همه مردم افغانستان میدانه که ما سازمان جوانان هدفمند افغانستان یک سازمان بود است که سازمان غیر سیاسی، سازمان غیر انتفاعی، یک سازمانی که کلا مدنی اجتماعی بود است، در خدمت نسل جوان بود است. ما برنامه های تحصیلی داشتیم، جناب الکوزای صاحب در سطح کابل که جوانای نخبه ما به پنتونا به تخفیف ویژه معرفی کردیم، همان طور برنامه های آگاهی دهی داشتیم در سطح شهر، جوانای خلاق، جوانای توانایی که 34 ولایت افغانستان با ما در توانی بودن، با ما در تماس بودن، اونا را معرفی کردیم به پنتونا، اونا را معرفی کردیم به جاهایی که اصلا هدفشان همی بود است که اونا بتانند برنامه های خود به اصلاح به اصحان مردم افغانستان برسانند. در خصوص کارهای خاص خود داشتیم و در کنارش و ما پیوسته با تمام رسانه ها صحبت هایی که داشتیم از طریق رسانه های تصویری یا صوتی یا چاپی، هدف انگیزه ما این بود است که کوچکترین کاری که ما بتانیم برای نسل جوان، برای مردم افغانستان، ما او را به خیر و صلاح افغانستان میدانیم و ما به او را احترام میشماریم، به او حرمت تمکین میگذاریم و او را ما به اصطلاح به دیده قدر مینگریم و ما ان شاء الله در خدمت نسل جوان بودیم و این را همه ملت افغانستان میدانند، نسل جوان افغانستان، نسل قش تحصیل یافته افغانستان بیشتر این را میدانه که ما در زمان قبل از امارت اسلامی، در زمان جمهوریت چقدر فعالیت های خوبی داشتیم در عرصه مختلف. تا شعارونه دی یا درې څلور شعار لري که خپل د شعارو دی راته وای. خب بدون تردید هر انسان در زندگی خود شعار داره و شعار یکبری امو عدالت برابری بود است، تقسیم قدرت به گونه مساویانه میان همه اتباع افغانستان، تامین عدالت اجتماعی که یکی از بحث های بسیار کلان، یکی از مباحث بسیار کلانی است که حکومت ها ای از صلاحیت های حکومت ها است که باید تامین عدالت اجتماعی میان همه اتباع افغانستان داشته باشند و قدرت باید به گونه تقسیم شود میان اتباع افغانستان که تو نگویی که تو در قدرت هستی، من نگویم ما همه ملت افغانستان امروز در این جغرافیا زندگی میکنند، همه برادر و برابر است. حتی تا خپل ټولنه که څومره هم دغه برخه مراد کړید. خب ما نهادی که ما داشتیم جناب الکوزای صاحب نهاد هدفمند بود است، ما از اقشار و اقوام مختلف ما در این نهاد داشتیم، کمیته های مختلف داشتیم، از همه اتباع افغانستان که ساکن هستند به داخل افغانستان، همه اقوام شریف و
عزیزی که فعلا به داخل افغانستان هستند، ما در این نهاد اونا رو در کنار خود داشتیم، هم از آقایان و هم از بانوان و کمیته های مختلف بود که به اینا اختصاص داده بودند و هر کدامشان امو به مو ظرفیت ها پتانسیلی که داشتن در اون راستا کار میکردن، پیکار میکردن، زحمت میکشند، یک نهادی همه شمول بود است، یک نهاد فراگیر، یک نهادی که در اینجا مسئله سمت و سو نبود است، مسئله نژاد نبود است، مسئله قومیت نبود است، مسئله تعصبات نژادی، زبانی، لسانی نبود است، اینجا همه زیر یک چتر به خاطر آرامش و ثبات افغانستان ما گام های متین برداشتیم. این را همه ملت افغانستان میفهمه و و ما از همین جو یو پختنم دل پیدا کیگی آیا دغه خدمت چې تر اوسه پورې کړی دی خپل ورمنی قانی چې همدا بسنه کړی دی ټولنې ته چې تا څونه زمنی کړی دی؟ خب ما فکر میکنم جناب حلقوزای صاحب این خدماتی که ما کردیم شاید یک بخش بسیار کوچکی باشه که ما به جامعه خدمت کرده باشیم، ولی ما باید کارهای بزرگتر از این، فراتر از این و به یک مثلا به یک خدمت کردن کوچک نباید در انسان اکتفا داشته باشه که من حداقل چهار جوان به یک جای معرفی کردم یا برای جوان اون به سهم دادم یا او در کنار ما بوده است یا برنامه برگزار کردم. هدف ما این بود است که برای افغانستان باثبات ما کار کنیم، برای افغانستانی که واقعا امروز به مثابه یک کشوری است که از هر ره گذر آسیب دیده است، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ فرهنگی. به او اساس کوشش ما است که باید خدمات وافر داشته باشیم، خدمات بزرگ داشته باشیم که این را واگذار میکنیم به ملت افغانستان که مردم افغانستان چقدر از ما راضی هستند، از برنامه ما چقدر اینا احساس خرسندی میکنند، آیا واقعا برنامه ما مورد قناعت یا مورد اقناع ملت افغانستان است. این را واگذار میکنیم و ما هیچ وقت به اصطلاح این را برای خود حق ندادیم که ما خدمت کرده باشم و ما قانع باشم یا حداقل یعنی اوسم غواړه چې خدمت باید نور ما بدون تردید امروز شما جناب الکوزای صاحب همه روزا میبینین که ما به میدیا هستیم با توجه به وضعیت خفقان سیاسی افغانستان ما هر روز در خدمت مردم افغانستان هستیم. ډیر مننه، سلامت اوسئ. بیرته راګرځو چې سیاست څه ده او د سیاست په برخه باندې هم خبرې لرو. دوستان تاسو سره پاتې شئ، خو اوس لنډه ده. بیا هم تاسو سره کله دوستانو ډیره زیاته مننه چې تر دا دمره سلام لوي او خپل خبرونه مو را سره په مینا باندې وکړه. دوستانو د خبرونه په دې برخه کې به دته هم وروګرځو چې سیاست څه دی، څنګه سیاست ته مخه شوه او ولې د افغانستان ټول ولس چې ګورو تر ډیره بریده پورې په سیاست باندې راڅرخي او وایي چې سیاست دی، سیاست دی. اکبر صاحب راځو دته چې سیاست یعنی څه؟ السلام علیکم. وعلیکم سلام، ستړی مو شیخ خیرت ده؟ الکوزی صاحب دا غنی وی رنگ شوی موټر چې دی کنه ای دو قیمت نه خبر نه کوم نه وی رنگ شوی دا نه وی چې راغلی دا بازار ته دا سپین شین او بین سور دا راکلو رنگونه چې دی نو زور ور لا شال تا په مال ته بیا ک موټر پروشی ته لا شیا ترافیکونه یا بل ځای کې کم ځای کې خرسي ګالته پښتنه وک دلته د سپوږمۍ خبرونه ده نو ته بیا والی وای شي کومه ټیکسی نو خو زه ما درته همدغه ولی خود داسې راته ووایه چې په خاورو نه پوهېږم زه پوهېږم زه په ته ته په خدای په زړه د وینې راوختي دي زه لاړ شه خپل کار دی وکړه موږ سره څه کوې چې دلته را ناستې ده ناقه پوښتنې دې موږ نه شروع کړې زه تا نه یم راغلی نو چا ته راغلی د واده کولو د ځوانانو عمومي رئیس ته راغلی یم واده کولو هو شوه ته څه په ګډوډو د سر دی دا د واده کولو نه دی دا د هدفمند ځوانانو د ټولنې مشر دی و کنه همدغه ته دوم کنه نو خدا ودا ادب نه ده زما د پاره واده هدف مده نو وری نو څه د پاره خان دی ودی ول دی وخاندل ګور دی ته په دروغ پورې خاندم دا دروغ ته وای زما ته خاندار دی ولی ولی می دروغ ویلی څه دروغ می ویلی چې ته وای کما پختنه لري وې کا نور تعلقات ما زیاته و کده ملمنه کما پختنه لري مې باندې رئیس به مې پختنه دا پوښي ما دا پختنه کوله ها ما هغه کوم لفظونه دي چې سرچپای ول ولی بیا مغاسی وی بیا مغاسی او چې سرچپای ول ولی ته خپل خو بیل گور کلا کچ شي مثلا د تایم توت چې سرچپای کیم توت راځي یعنی چې اره خوانه ویل کې بس مغه توت ما توت راشي یعنی هم دغه سی وسر دا اکبري صاحب سوالای است کې بیخی دیگه سوالای بسیار سیخه کیسا ها دیگه چه رقم است برش یک چند مشکل نیست چی است دیگه
یکی خوی توت گفت که در خنجان بیخی زیاد است. بسیار دیگه جای توت است. یکی توت بیخی امون اصلی نام از پیشت گرفت دیگه. نه که سرچپاش کنی بله هم توت میه که راستش کنیم هم توت میه. امون توت است. امون توت است. چی هستی تو یک مور. مور. مور نده. نه مور نشد دیگه. نه که سرچپاش او امون چیز نام بده پس. سرچپاش او هست. یک کشور ده لیبیا اقادیم وکی اقا مرسده ده میاو اقا شد این لیبیا رو هم گرفت بشد لیبیا بله لیبیا رو هم سرچپه کنی نه نمیشه لیبیا او جا الف میاه دیگه ابیل میشه ابیل حالی ده توت ماتو رای چلنجی کرد بیخی اکبری صاحب چلنج شد بیخی چلنجی شد اس نادان و نان و چی شاید نمونه دیگه نه تو باید نانم میشه پس یعنی نانم اما تو چیز میشه بلیو. نادان نادان از دیگه درد دردم چرچپا کنی بلیو. درد درد است خودت نگو دیگه که علی ما فکر میکنم خب چیزایی که من میگم تو قبل از من گفته رفتی دیگه میگم چی تو صدا خبر کنم نه خب چیزایی که من میگفتم وقت وقت گفتی همین گفتی نور دی توی نور دی توی خلاص تکرار نو من دوباره دی پری خودل درد من میگفتم قبل از من خودت گفتی درد مثلا صحیح نی؟ نه تو تخپله نور نوری لبزونه نه دیگه نکته بگو خواه نه دیگه پیدا کو اکبری سه چلنجی شدیم باز ها؟ نه خب ما خود گفتیم پیدا نشد اکبری سه بخیال هم ختم کردم این نفر دیگه هم داری یا نداری بگو نه نه دیگه ندارم برو دیگه برو دیگه هم از خوب نمیگم آره شما خیر برو خیر ما اکبری سه چیزی هست از ذهنت آمد یا نه؟ والا امی چیزایی که ما در ذهنم بود خو اینا گفتن ما خودت باختیم دیگه نه خو نباختیم ولی قبل از ما اینا گفتن دیگه باز چیزایی بود که گفتن آم چیزایی که ما تصور میکنم زلاشا بس سعیده زفا ما خده کشا خواه اکبری سیب نو بطر که راقه والا یادم ما را چلنج کرد چلنج کرد والا چلنج کرد رازا زبا بل چا تلار شد رازا دایی بپریدو دیبا بالتا غصر لگ در کومکو که چا دی آمده کردی دریختی آشماد بامیان 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 خوش داری والا نگفتی که زراعت خواندم باید خوش داشته باشه والا الکوزای سبزیجات خود تمامش اما لذت خاص خود داره بامیان بهترین غذاست بله مشکل نیست بله 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 خب رازو سیاست یعنی چه جناب الکوزای صاحب چیزی که متاسفانه در افغانستان بگن کشانده شده است همین کلمه سیاست است و ما نه سیاست مداران افغانستان خاطره خوش داریم و نه هم از سیاست افغانستان یک خاطره بیاد ماندنی داریم که حتی اقلش بتانیم به سیاست یک تعریف مشخص داشته باشیم ولی اگر از لحاظ تیوری و علمی یک تعریف مشخصی از سیاست داشته باشیم سیاست خودش هنر یا فن اداره کردن است بله هنر استفاده از امکانات است اگر شما استفاده از امکانات کمه و بوره در جاهای کلان استفاده کردین شما خودتون یک سیاست مدار هستین چیزی که متاسفانه به افغانستان نه سیاست مدار از این امکانات استفاده تان است و نه او کسایی که در سیاست افغانستان دخیل بودن متاسفانه که نتانستن یک سیاست خوب یک سیاستی که حداقل در او خیر و صلاح مردم افغانستان باشه به او اساس من فکر میکنم که هر کسی که منیجمنت یا اداره خوب یک مملکت با توجه به تمام چالش هایی که صدرایش میه او را به شکل درستیش مدیریت کرد یا اداره کرد او خودش میتونه که یک سیاست مدار باشه و سیاست هم خودش هنر استفاده از امکانات است تاسو سیاست در زل پاره اوتاک یا در کم هدف لپاره مو سیاست اوتاک خب سیاست ایره که ما انتخاب کردیم سیاست ما سیاست عدالت محور بود است سیاست بود است که در او منافع ملی افغانستان باید تعریف مشخص شود سیاست ایره که ما به او می خواهیم که دست پیدا کنیم یا او را بیشتر مطالعه کنیم او به اصطلاح سیاستی است که در او منافع ملی افغانستان در اوج تعریف شده باشد و مردم افغانستان باید در بدن او سیاست خود را ببیند چیزی که در 20 سال پس این متاسفانه هیچ فرد یا هیچ شخصی خاطره خوشی از سیاست گذاران یا سیاست مداران افغانستان نداشته است و به اصطلاح کسایی هم در سیاست افغانستان دخیل شدند که یا به نفع خودشان قدم گذاشتند د افغانستان په څیر چې درېمه درجه یا هم حتی که ووایي که څلورمه درجه هیوادونه هم را برابر شي نو افغانستان به یې په لومړیتوب کې راشي دغه ډول هیواد کې یا په افغانستان کې چې درېمه درجه هیواد یې ونیسو
څه ډول سیاست په کار دی؟ ځکه دا سیاست هم ډولونه لري، او د ډولونو مخکې اوله درجه هیوادونه یو وي، دویمه بل دي، درېیمه درېیمه، بیا څه باید وکړي؟ ځکه چې تل د فشارونو لاندې درېیمه درجه هیواد. متاسفانه جناب الکوزی صاحب، ما از سیاست بسیار فاصله داریم، و اگر شما پنج حلقه سیاست خارجی جهان مطالعه داشته باشین، افغانستان حتی در رده چهارم چی که در رده شاید دهم و پانزدهم هم نتونه که به اوج خود نزدیک بسازه، به دلیل از اینکه ما در دستگاه سیاست خارجی افغانستان در 20 سال پسین، درست است مثلا یک تعداد انسانای مثلا بودن که در دستگاه سیاست خارجی افغانستان اونا کار کردن، ولی چیزی را که مردم افغانستان انتظارش داشت، جوامع افغانستان انتظارش داشت، یا دستگاه دیپلماسی افغانستان انتظارش داشت، اینا نتونستن کار کنن و نتونستن افغانستان در مثلا در جوامع بین الملل به اصطلاح به مهداف یا به استراتژی یا پالیسی که ملت افغانستان خوشدارش است یا ملت افغانستان توقع داره به اون نزدیکتر بسازن. به اون اساس من فکر میکنم که اگر واقعا ده، افغانستان جایگاه خود را در سیاست خارجی دنیا پیدا میکرد، امروز مردم افغانستان به این آوارگی سردچار نمیشد. امروز افغانستان به اصطلاح در انزوای سیاست خارجی قرار نمیگرفت. ما جایگاه ما در میان جوامع ملل تعریف شده میبود، مشخص میبود، منافع ما اونجا تعریف میشد. به او اساس من فکر میکنم که تنوس افغانستان از لحاظ سیاست خارجی پس از سقوط جمهوریت با آمدن امارت اسلامی، و ما انتظار دارم که جایگاه خود پیدا کنه و در دستگاه سیاست خارجی افغانستان کارگزاران استخدام شود که اینا بتانن دستگاه سیاست خارجی افغانستان را پویا بسازن، ایرا هوشمند بسازن، فرمیتر بسازن و جایگاه خود در جوامع بین‌الملل پیدا کنه. من فکر میکنم به همچو انسانای سیاستمدار نیازمند هست، و امیدوار هستم که ایره امارت اسلامی بتانه که اینمی انسان‌ها را پیدا کنه، اینمی کادرها را پیدا کنه، رازو... تا اینکه افغانستان جایگاه خود در سیاست خارجی دنیا بشه. یعنی استاصل نظر چ افغانستان اوس هیچ سیاست نلری به حساب باندې؟ خب سیاست داره، مال دستگاه سیاست خارجی افغانستان فعلا فعال است. مثلا ما وزیر داریم از آدرس وزارت خارجه افغانستان، ولی امیدوار هستم که کارگزاران فنی و یعنی حق زای گوټه چ باید پناړی کی ونی سینې ده پیدا. خب بدون تردید امروز افغانستان در آشه سیاست خارجی دنیا است. سیاست چه درکړی او چه در نواخست؟ خب سیاست خودش همو اگر به یک دیدگاه کلی بریم، سیاست خودش همو چال و نیرنگ و فریبی است که هر سیاستمدار کوشش میکنه به نحوی بر نفع خودش استفاده کنه و خودش در برهه قدرت باشه. ولی تعریفی که من سیاست دارم، سیاست خودش همو هنر استفاده از امکانات ناچیز است. چون افغانستان یک جغرافیای کوچک است. افغانستان مثلا از لحاظ اقتصادی یک کشور بسیار ضعیف و فقیر است، ولی اگر از امی به اصطلاح آنچه که در اختیار افغانستان است، آنچه که در اختیار سیاستگزاران افغانستان است، اگر اینا فن استفاده از سیاست پیدا میکردن، هم در بود داخلی هم در جامعه بین الملل، امروز افغانستان به اصطلاح به اینجا کشانده نمیشد. تاست چه در کردی؟ دی سیاست چه در کرد و چه در نخیستی؟ خب ما از سیاست تانوس چیزی به دست نیاوردیم که مثلا او را ما در زندگی شخصی خود استفاده کنم یا به نفع خودم استفاده کنم، ولی انتظار ما است از سیاست خارجی افغانستان یا سیاست افغانستان که حداقل افغانستان جایگاه خود در سطح کشورهای ملک فرامند پیدا کنه. زیاتره خلق ده فکر کوي وای سیاست کې پیسې ده. سیاست داسې دی چې هر چا ګوره قرباني ورکوي، خپل مسلک پریدي، خپل برخه پریدي. ډاکټران چې وګوري په سیاست کې دي، انجینران چې وګوري په سیاست کې دي، نور خلک چې وګوري، مونږ د پخوا او د اوس بیلګې لرو. داسې نه چې مونږ وایو که اوس دغه څه راغلي دي دا شل کلنه کې هغه نه، د دې وړاندې هم چې مونږ وګورو زمونږ ډېر انجینران ډاکټرانو چې په سیاست برخه کې لوبېدلي دي، سیاست حتی تغییرات یې راوستي دي په هغه باندې. علت څه دی چې هر څوک همدې سیاست ته راځي؟ آیا همدا خبره ده چې پیسه پکې ده که شهرت پکې ده؟ خب جناب الکوزی صاحب، کشورهای جهان سیوم یا کشورهای جنگ زده معمولا هر انسان تلاش میکنه که به نحوی در سیاست دخیل باشه یا به نحوی بتونه دیدگاه خود در قالب برنامه های سیاسی ابراز نظر داشته باشه. در این جای شکی نیست، افغانستان 42 یا بالاتر از او جنگ و بدبختی را تجربه کرده است. امروز طفل 5 ساله افغانستان سیاست هم میفهمه. اگر شما در یک اجتماع بزرگ هم برین، موضوع سیاسی اونجا صحبت میشه. اگر در مجالس حتی در آرسیا که محافل خوشی هست اونجا مگه بری مسئله سیاسی هست. حتی در همین تاکسی هایی که ما شما رفت آمد میکنیم، گاهی اوقات که ما میبینیم حرف از سیاست است. موتروان هم سیاست صحبت میکنه، کراچیوان هم سیاست صحبت میکنه، سیاست مدار هم صحبت. مشکل اساسی در این است که تانوس ما هر انسان جایگاه خود تانوس پیدا نکرده است، و هر انسان امو مسلک یا برشته خود تمکین و احترام نگذاشته است. امروز مثلا ما میبینیم که انجینرهای ما
بیشترین سیاست انجینرها کرده است. مثلا نمی رهبرای سیاسی افغانستان اکثرشان انجینری خوانده، 15 انجینری از پلی‌تکنیک کابل فارغ شدن ولی آمدن مسلک سیاست انتخاب کردن، یا بعضی کسایی که تا از رشته‌های مختلف مثلا فارغ شدن ولی مسلک سیاست انتخاب کردن. من فکر می‌کنم که سیاست تنها بحثی نیست که مثلا ما به قدرت برسیم یا به شهرت برسیم. هر انسانی که به خیر و صلاح یک جامعه واقع شود، هر انسانی که بتونه افغانستان از این منجلاب نجات بده، یک سیاستمدار خوب است. فرق نمی‌کنه که احمد باشه، محمود باشه، مبنی بر این که او باید حداقل امور شش سیاست خوانده باشه. مثلا ما نمیتونیم یک کسی طب دندان خوانده باشه بیا مثلا بر ما سیاست کنه. مثلا که در جمهوریت یک کسی از کامپیوتر ساینس فارغ شد، آمد در دستگاه امنیتی، آمد مشاور شورای امنیتی شد که بالاخره وضعیت سیاسی افغانستان را بگن کشان. به او اساس من فکر میکنم که نیاز میره که هر کس باید مطابق با مسلک خود حرکت کنه. دیره هر دیره کس باید یک به اصطلاح به مسلک خود حرمت بگذاره، جدا صرف نظر از اینکه مثلا چی کسایی در قدرت سیاسی افغانستان به اصطلاح کارهای کردن که او نه به نفع افغانستان بوده یا به خیر یعنی صلاح افغانستان رشته تو یا غن راتک هم دا بایست شوی. به او اساس تانوس بعضی انسانایی هستن که به درک نرسیدن که مثلا مسلک ما چی است، ما کدام رشته را خواندیم و باید به کدام مسیر حرکت کنیم. اگر هر کس کمی کار به اهل سپرده شود، جناب الکوزای صاحب، بدبختی به وطن نیست. بدبختی به این است که بایی است که هر کس آنمو جاش که داغش در کس میایم و ملاقی خودم میزنه. به او اساس من فکر میکنم که بازم از این تریبیون من صدا میکنم که هر کس به مسلک خود حرمت بگذاره، بگذاره سیاست به سیاستگران، بگذاره به کسایی که واقعا سیاست به شکل تیوری به شکل علمی خواندن، اونا بتونن که همو جایگاه خود پیدا کنن و جایگاه سیاسی افغانستان در جامعه بین الملل اینا برجسته بسازن. و این که مثلا چه کسایی به خاطر شهرت سیاست میکنن، چه کسایی به خاطر قدرت 20 سال جمهوریت همه چیز برملا ساخت و ملت افغانستان دور شناخته. سلامات و سی دوستانو، زوی یوی لنډ دمه تل دمه وروسته بیر ترازو یو څه به ماشوم تو به د کور د ژوند خبرې هم تری واورو. تاسو را سره پات به هم ستړي مسې دوستانو، ډیره زیاته مننه چې راسره یاست او خپل خبرونه په امینه باندې ګوري. اکبري صاحب وایي درې رشتې دي، درې خوځې در باندې ویلې دي. یو اوله رشته ده، اولې خوښه وه، دویمه چې وه بیا دویمه شوه، وایي درېیمه چې درېیمې ده. هو الکوزای صاحب، دا خبره څومره حقیقت دی؟ الکوزای صاحب خوشبختانه ما نگفتی که از این راست را که خبر ساخته. نه، رازی است که حقیقت نداره و ما هنوز ازدواج نکردیم. ما نامزاد هستم و امیدوار هستم که از سیوم البته نه قبلی. ما ازدواج اولا تانوس به اتمام نرساندیم و یک انتخاب داشتیم، یک ازدواج میکنم و انشالله تا پایان عمر با او صادق و وفادار متحد میمانم. خیلی دوستت برای ما کی بود که گپ زد؟ خب هر کسی بود است، مطمئن همو تبلیغات منفی بود است و ای که چی قصه یا چی معمای پشتی موضوع حقیقت برش بگو. موضوع بود است تا هنوز خبر نیست، حقیقت برش بگو. خب جناب الکوزای صاحب، ما هنوز ازدواج نکردیم و انشالله اگر ازدواج کردم شما را در جریان میگذارم. تمام درست همکارای رسانه وزین شمشاد و سایر رسانه را یعنی درست پوری وعدم ده شوای؟ نه نه، تا هنوز نامزاد هستم و ازدواج نکردیم. تصمیم دارم بخیر که انشاءالله خدای ده خیر کنو تبلیغاتو در پسی شیو. تبلیغاتو دشمن است. تفریه چه دول تفریه که؟ خب تفریه در انسان دوست داره جناب الکوزای صاحب و ما هم دوست دارم که در اوقاتی که از کار فارغ میشم باید تفریه داشته باشم. مثلا بیدار با دوستا و رفتن به مکانهای سیاحتی، به مکانهای سرسبز. کم وزید ندارید؟ خب جای افغانستان سرزمین کوهن است، سرزمین باستانی است، سرزمین است، جای دیدنی داره، جای بازرافت داره. هر کجای افغانستان هم سیل و سیاحت و تفریگاه خاص خود داره. من بیشتر دوست دارم که به ولایت زیبای بدخشان سفر کنم، به ولایت نورستان زیبا، همانطور به ولایت همیشه بهار ننگرهار، به بامیان، بند امیر و سایر جایی که واقعا مرا خرسند می‌سازه. و خپل خاطر لای رفتیم ولی خب تا
تنوز با فامیل نرفتیم و تنها با دوستا رفتیم، ولی شرایطی که ما اونجا می رفتیم مقدر شهست لحاظ امنیتی وضعیت خوب نبود که ما فامیل ها می بردیم. البته در زمان جمهوریت پس از آمدن امارت اسلامی یک بار رفتیم به ولایت بامیان، ولی دوست دارم که با فامیل هم سفر داشته باشم به ولایتی که قبلا ذکر کردم، به بدخشان باید سفر کنم، به جای دیگری. رازو بل چطر رازو کور که ده پکم کارونو که وانده که آخیستی ده یعنی کدی دیده کور کارونم دوڑی پخاول زای جارو ماشومانو قرار اول کدلو خو منزل جناب الکوزای صاحب، ما مسافری زیاد کردیم، بالاتر از 12 سال مسافری کردیم. از زمان موصلی تا این دم ما مسافر بودیم. ما دوست دارم که با کارهای خانه با فامیل اشتراک کنم و یعنی هبا نمیورزم و دوست دارم که آنچه را که مثلا فامیل انجام میده در کنارشان مثلا دست اونا را سبو کنم، یا ای که بعضی کارهایی که توانش هم دارم یا میتونم که زودی از او برایم و او را من برای خود شرم نمیدانم و کار کردیم در خانم کار کردیم. ماشوم تو پوخ کدی دو بو ها چولو سخه چیز منگو تاسو کورنه که لسو تو با چول دی تو نزان پت کرده یا چون رو در وزی پم کرده ده بلا جناب الکوزای صاحب، چیزی که ما با یک برادرم خیلی زیاد به سر امی شستن دست یا وقتی که دستا رو میشویی خیلی زیاد با او جدال میکردیم. اون میگفت تو باید دستا رو بشویی. طبعا همی کسایی که کوچک میباشن در خانواده وقتی که میمون میای یا خانواده اونا باید دست بشویند یا دست فامیلا و گاهی اوقات با او جدال میکردم. من میگفتم تو باید دستا رو بشویی و او میگفت نه تو باید دستا رو بشویی. در این مخالفت میکردیم، ولی خوب است که هر کس باید امو روابط اجتماعی در نظر داشته باشه و احترام بگذاره به بزرگای خانواده و فرق نمیکنه مثلا وقتی که یک کسی در خانواده کوچک بود باید به بزرگای احترام داشته باشه. دستشویی عیب نیست، تو از پدرت، از مادرت، از خواهرت، از برادرت یعنی میشه. پچو ایمی او جنگ دم کرده رو گاگای همون تو برخوردای لفظی کردیم با برادرم و شاید از اینجا برنامه را تعقیب کنن ببینن. ولی دوست دارم که در کارهای خانه با همه اعضای خانواده سهم داشته باشم. سلامت و صحت و ایره برای خود افتخار میدانم. سلامت و صحت دوری هم رو رسید لوقت پای ترسیدون که در روستای پیغام دیدون کده سده یک پیام واضح دارم برای مردم افغانستان بلخص به امارت اسلامی. پیام ای است که بیاین از همه تعصبات قومی، نژادی، سمتی، لسانی ما کنار بیاییم. افغانستان سرزمین متنوع از اقوام، اقشار، مذاهب مختلف است. امروز جغرافیای افغانستان تحت حاکمیت حکومت فعلی است. همه را باید از یک آینک ببینیم. بگذاریم فرصت بگذاریم برای مردم افغانستان که نفس راحت بکشد تا کشتی شکسته مردم افغانستان از این وضعیت نجات پیدا کنه. ما بریم دنبال یک افغانستان باثبات، یک افغانستان آرام، یک افغانستانی که آینه تمام نما به همه اقوام و اقشار مختلف جامعه باشه و همه ملت افغانستان در او خود ببینه. و پیام به نسل جوانی است که نسل جوان هیچ وقت امید خود از دست ندن. وعده قرآن است که پس از هر سختی راحتی آمده نیست. انشالله امیدهای خود از دست نتین، به خداوند اتکا کنین، روز ای وطن از این بدبختی نجات پیدا میکنه و شما به قله های پیروزی دست پیدا میکنین. آینده این نسل بوم، آینده این مرز بوم متعلق به شما نسل جوان است. مننه دوری هم را رسیدل ده مهربانی و گورو چه بنده یا بامیه څنګه پخ کړی دی استاسو پزرو دی کنه؟ ظاهرا معلومه شه که بسیار خوشمزه است. امیدوار هستم که بله همو تو باشه. خیلی عالی، تشکر، بسیار عالی الکوزای صاحب. بله ډیر ډیر مننه بیا هم سلامات اوسه اکبر سي چراغ لمو بل ندی بل حشمت لتا سو بسر کړه تاسو هم مننه تخنیکی هم کارن لتا سو هم مننه کوم بدون کول تاسو هم نړی مننه خو تاسو کول شئ چې کوثر قیماق نوش جان کوي و هر ورځ چې وږی شوی په هغه وخت نوش جان کینو بیا به تاسو پوښی چې څومره تاسو ماړه ساتي. خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا هم پلوی او بهون کې رپس بارم خوشاله شئ. لیدلو مو مننه.